سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. ادامه تمرینات تکمیلی درس اول استدلال ریاضی از فصل اول ریاضیات گذشته که عنوانش هست نظریه اعداد رو ادامه میدیم. این سوالات از کتاب برسمان گاش هست. در بخش اول تمرینات 1 تا 12 که داره مشاهده می کنید رو حل کردیم. در بخش دوم از تمرین 13 تا 30 رو حل کردیم و در این بخش هم سعی می کنیم که از تمرین 31 تا 45 رو حل کنیم و یک بخش دیگه هم به عنوان بخش پایانی، بخش 4 از تمرینات تکمیلی درس اول استدلال ریاضی ساخته خواهد شد. همه ی فیلم ها رو شما میتونید در صفحه ریاضی و فیزیک سایت در کنار اون فایل متن سوالات رو هم داشته باشید. قبل از اینکه تمرین 31 رو حل کنیم، بخش ت تمرین 30 اهمیت زیادی داره چون در کتاب پرسمان گاج البته نوشته بود، درسته، اما نوشته بود به ازای هیچ مقدار ایکس و ایگرک. ما نشون دادیم که اگر مخرج مشترک بگیریم، یعنی میشه ایگرگ ایکس صورت ایکس 2 و علاوه ایگرگ 2 کوچکتر از 2، با شرط اینکه ایگرگ ایکس کوچکتر از 0 باشه جهت نامساوی بر میگرده. اما اگر ایگرگ ضرب در ایکس هم علامت باشن، یعنی هر دو منفی یا هر دو مثبت باشن، اون وقت جهت نامساوی بر نمیگرده و ما داریم ایکس 2 ایگرگ 2 2 ایگرگ ایکس. بعد میگیم به ازای هیچ مقدار. درسته اینجا به ازای هیچ مقدار در اومد، اما شما شرط کردید که ایگرگ ضرب در ایکس بزرگتر از 0، هر دو مثبت یا هر دو منفی. اما اگر ایگرگ ضرب در ایکس کوچکتر از 0 باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. ایکس رو به علاوه ایگرگ 2 بزرگتر از 2 ایگرگ ایکس و ما به یک عبارت همواره درست میرسیم. ایکس منهای ایگرگ بزرگتر از 0. البته همواره درست یعنی ایکس مساوی ایگرگ نباشه دیگه، اما اگر غیر هم علامت باشن، مثال هم دادیم، ایکس رو بگیریم 2، ایگرگ رو بگیریم مثلا منهای 3، چی میشه؟ منفی 2/3 منهای 3/2 که کوچکتر از 2 هست. اما آیا گزاره ت درست هست یا نه؟ میتونیم بگیم اگر ایکس و ایگرگ غیر هم علامت باشن درسته، اگر هم علامت باشن نادرسته؟ نه، این گزاره نادرسته چون خودش شرط نکرده. ما نمیتونیم یه گزاره از خودمون در بیاریم. پس میگه اگر ایکس و ایگرگ دو عدد حقیقی مخالف 0 باشن، آنگاه این برقراره. نمیتونیم به ازای برخی از مقادیر برقراره رو دلیل این بدونیم که برقراره. باید این گزاره همونطوری که هست در نظر گرفته بشه بدون هیچ شرط اضافه‌ای که ما خودمون در نظر بگیریم. پس نادرسته.
توی کتاب پرسمانگانم نوشته بود نادرسته، اما نوشته بود به ازای هیچ مقدار ایکس و ایگرگ. البته باید شاید اینطور در نظر گرفته که ایکس و ایگرگ مثبت. سوال 31. با استفاده از استدلال برهان خلف ثابت کنید که با فرض صحیح بودن این، اگر این دو زوج باشد، این نیز زوج است. گفتیم برهان خلف یک استدلال ریاضیه، اعتبار داره. دلیلش هم اینه، همونطور که ما میتونیم از پی به کیو بریم، اگر نقیض کیو رو در نظر بگیریم به نقیض پی میرسیم و این دو گزاره هم ارزن، یعنی همونقدر که اعتبار داره پی به کیو، همونقدر اعتبار داره نقیض کیو به نقیض پی. حالا تو بعضی از مسائل که اثبات مستقیم میکنیم از پی میریم به کیو، تو برخی از مسائل از نقیض کیو به نقیض پی میریم که برهان خلفه. میگه با فرض صحیح بودن این عدد صحیح، این فرض رو داریم و این دو زوج، میخوایم نتیجه بگیریم چی؟ این زوج برهان خلف. برهان خلف چی میگفت؟ مگه از نقیض کیو نباید برسیم به نقیض پی؟ اینجا چیه؟ این پی مونه هست، اینم کیو. نقیض کیو چی میشه؟ ان مخالف دو کاپرین، یعنی ان زوج نباشد. پس یعنی چی باشد؟ بله، فرد باشد. خب اگر این فرده، یعنی این مساوی با دو کاپریم به علاوه یک، در نتیجه دو طرف رو به توان دو میرسونیم، این دو مساوی با دو کاپریم به علاوه یک به توان دو، اتحاد مربع دو جمله میشه چهار کاپریم دو به علاوه چهار کاپریم به علاوه یک. میتونیم فاکتور بگیریم از دو، بعدن به علاوه یک بودن و نشونه فرد بودن، یا بگیم نه این یه عدد زوجه که با یک جمع شده عدد فرد. خب ما الان به تناقض رسیدیم، یعنی چی؟ این دو مساوی با عدد فرد مخالف با این دو مساوی با دو کاه. طبق فرض مسئله گفته اگر این دو زوج باشد، این نیز زوج است. پس خلاف حکم نادرست و حکم که این زوجه یعنی این زوج است. پس ما میگیم خلاف حکم رو در نظر میگیریم، نشون میدیم نمیتونه این خلاف حکم درست باشه، خود حکم درسته. با ضروریات یا فرضها به تناقض میرسه، بنابراین میگیم حکم درسته. حالا سوال، از کجا بدونیم کدوم مسائل رو با برهان خلف، کدوم ها رو اثبات مستقیم؟ گفتیم خیلی از تمرین ها، نه در استدلال ریاضی، در بخش های دیگه ریاضیات گسسته، خیلی به این بستگی داره قبل از امتحان کار کرده باشید.
32 رو جا انداخته. تمرین 32 اینجا هست. خب با استفاده از برهان خلف ثابت کنید اگر رادیکال 5 گنگ باشد، 3 به علاوه رادیکال 5 هم گنگ است. خودش به ما گفته از برهان خلف استفاده کنیم، یعنی ما در نظر میگیریم، مینویسیم برهان خلف، حکممون چیه؟ 3 رادیکال 5 گنگ فرضه، میخوایم نشون بدیم 3 به علاوه رادیکال 5 هم گنگه، عدد اسمه. اما ما میگیم از برهان خلف که میخوایم بریم باید از نقیض کیو برسیم به نقیض پی. اگه برسیم معادله این هست که پی به کیو رو اثبات کردیم، پس خلاف حکم را در نظر میگیریم. یعنی 3 به علاوه رادیکال 5 عدد گویا در نظر میگیریم، فرض میکنیم. حالا ببینیم با این فرض از اینجا به بعد دیگه تسلط به جبر و خلاقیت ها کمک میکنه. 3 به علاوه رادیکال 5 رو یه عدد گویا در نظر میگیریم، پس به فرم پی به روی کیو میتونه در نظر گرفته بشه. میدونیم هر عدد گویا به صورت کسری هست که صورت و مخرجش عدد صحیح کیو مخالف با صفر، چون تقسیم بر صفر تعریف نشده. بعد رادیکال 5 این طرف میمونه، 3 میره اونور، پی کیو هم یه عدد گویاه که ازش 3 واحد کم بشه باز عدد گویاه. یعنی سمت راست ما یه عدد گویا داریم، اما سمت چپ رادیکال 5 طبق فرض عدد گنگه. به تناقض رسیدیم، میگیم پس با توجه به این که به تناقض رسیدیم، خلاف حکم نادرست و حکم درست، یعنی رادیکال 5 به علاوه 3 یا 3 به علاوه رادیکال 5 گنگ، خود حکم درسته. یه اصطلاح عمومی رو برای اینکه هر کسی رسید به انتهای برهان خلف هرچی دوست داره ننویسه و سلیقه‌ای نباشه در نظر گرفته در کتاب، میگه وقتی رسیدیم به آخر اثباتمون در برهان خلف به تناقض رسیدیم، میگیم فرض خلف باطله و حکم درسته، یا خلاف حکم باطله حکم درسته. تمرین 33، اگر f در x مساوی a پیوسته، f در x مساوی با a پیوسته و تابع جینا پیوسته، میبینید گسسته تمریناش با توجه به اینکه یه دانش آموز حسابانو پاس کرده، حسابان یکو ترکیب شده،
حد و پیوستگی رو شما البته توی حسابان میخونید. حکم اینه F منهای G در X مساوی با A ناپیوسته. میگیم چی؟ برهان خلف. فرض کنیم که خلاف حکم درست باشه، یعنی فرض کنیم تابع F منهای G هم یه تابست دیگه، F منهای G در X مساوی A پیوسته باشه. وقتی میگه حکم ثابت کنید ناپیوست از خلافشی میشه در X مساوی A پیوسته باشه. خب میگیم F منهای G رو میدونیم، میتونیم بگیم تابع F منهای G X دیگه، اصلا معنیش همینه. اینو بگیریم یه تابعی مثل HX، بعد تابع G رو ببریم اونور، H رو بیاریم اینور، میشه FX منهای HX مساوی با GX. سمت چپ تفریق دو تابع رو داریم که هر دو در X مساوی A پیوسته است. F رو که خود فرض داده، F منهای G هم که ما فرض کردیم خلاف حکم. بنابراین تابع سمت چپ در X مساوی با A پیوسته است، اما طبق فرض G در X مساوی A ناپیوسته است. ما به تناقض رسیدیم، باز میگیم خلاف حکم باطل، حکم درست. این ظرافت هایی که مثلا تو هر مسئله چی رو بیاریم این طرف دیگه به تمرین بستگی داره. بریم سراغ تمرین 34. با استفاده از برهان خلف ثابت کنید اگر n یک عدد طبیعی و 5 n به علاوه 3 زوج باشد، آنگاه n یک عدد فرد است. بیایم فرض حکم رو بنویسیم. فرض n عدد طبیعی و 5n به علاوه 3 زوج. حالا میتونیم به صورت ریاضی هم بنویسیم 5n به علاوه 3 مساوی 2k، یعنی همون مفهوم زوج بودن. میخوایم نتیجه بگیریم n فرده، یعنی به فرم 2k پریم به علاوه 1. خلاف حکم چی میشه؟ n برهان خلف. حتما باید بنویسیم برهان خلف، چون ما فرض نمیتونیم کنیم n همینطوری یک عدد زوجه. n مساوی با 2k'. بنابراین حالا میریم جلو، میگیم n که مساوی با 2k'، دو طرف رو در این 5n به علاوه 3 مساوی 2k رو میبینیم، بعد میسازیمش، یعنی دو طرف رو در 5 ضرب میکنیم به علاوه 3 میکنیم، اینجا که رسیدیم میگیم یه عدد زوج یه عدد فرد. این عدد فرده، این که شما داری میگی 5n به علاوه 3 طبق فرض زوجه، الان ما باهاش به تناقض رسیدیم با در نظر گرفتن این که n 2k'. یعنی خلاف حکم ما رو به
تناقض رسوند با مفروضات، بنابراین خود حکم که میگه انفرده درسته. بریم سراغ تمرین 35. اگر یعنی فرض میکنیم رادیکال دو عدد گنگ رو میدونیم هست، البته تو خیلی از مسائل شاید اینو نگه، خودمون باید در نظر بگیریم، با استفاده از برهان خلف ثابت کنید یک به علاوه رادیکال دو به فرده سه گنگ. پس میخوایم از رادیکال دو گنگ بودنش برسیم به رادیکال دو به علاوه یک زیر رادیکال با فرده سه گنگ. باز برهان خلف فرض میکنیم اینی که شما میگی گنگه، نه گنگ نیست، گویاه، پس به فرم یه عدد گویا میتونیم بنویسیمش، یعنی بنویسیم P به روی Q دو طرف را به توان 3 میرسونیم، میشه 1 به علاوه رادیکال 2 مساوی با P Q به توان 3. اینجا P Q به توان 3 که برسه یه عدد گویاه، رادیکال 2 میشه P Q به توان 3 منهای 1 سمت راست، عدد گویا سمت چپ عدد گنگ، که این باز تناقض داره، خلاف حکم ما رو به تناقض رسوند، غیر ممکنه خلاف حکم باطل، حکم درسته. تمرین 36. می دانیم رادیکال 5 و رادیکال 2 اعدادی گنگن، با استفاده از استدلال برهان خلف ثابت کنید 3 رادیکال 2 به علاوه رادیکال 5 هم گنگ. پس می خواهیم از این که رادیکال 2 و رادیکال 5 رو می دانیم گنگه برسیم به این که 3 رادیکال 2 و علاوه رادیکال 5 هم گنگه. باز برهان خلف فرض میکنیم 3 رادیکال 2 و علاوه رادیکال 5 گویاه، یعنی به فرم PQ هم میتونیم بنویسیم. حالا ممکنه اینجا یه نفر رادیکال 5 رو ببره اون طرف، دو طرف رو به توان 2 برسونه، یه نفر 3 رادیکال 2 رو، کدوم بهتره؟ ببینیم رادیکال 5 رو نگه داریم، PQ هم منهای 3 رادیکال 2. فرق زیادی نداره، الان میبینید این طرف به توان 2 میرسونیم 5. حالا ممکنه برای اینکه ساده تر باشه این PQAمو بگیریم مثلا یه عدد گویا A که راحت تر باشه، میشه A2 به علاوه یه سرادیکال 2 به توان 2 که برسه میشه 18
دو برابر اولی منهای دوم منهای 6 رادیکال دو. بعد اینجا رادیکال دو رو اگر تنها کنیم اینجا میشه 6 رادیکال دو آ دو به علاوه 18 منهای 5. ساده که کنیم ادامهش رو من اینجا با قرمز می نویسم، تقسیم برای 6 هم کنیم میشه رادیکال دو مساوی با آ دو 6 هم به علاوه 13 6 هم. سمت راست عدد گویا اما سمت چپ عدد گنگ. به تناقض رسیدیم. فرض خلف، چه فرضی؟ حکممون نادرسته، باطل، حکم درسته. اگرم به جای اینکه رادیکال 5 رو تنها کنیم، سه رادیکال 2 رو تنها کنیم، بازم به صورت مشابه میتونیم برسیم. رادیکال 5 یه عدد گنگه، یعنی رادیکال 5 اونجا تنها میشه چون میره به توان 2 میرسه اون طرف و بعد به خلاف فرض میرسیم. بنابراین خود حکم و نتیجه میگیریم که درسته. تمرین 37. بی عددی گویا، رادیکال 5 عددی گنگ. بی گویا، رادیکال 5 گنگ. میخوایم ثابت کنیم رادیکال 5 منهای بی گنگ. باز برهان خلف، فرض میکنیم رادیکال 5 منهای بی گویا. اگر این فرض رو داریم، یعنی رادیکال 5 منهای بی به فرم PQA میتونه نوشته بشه. بی میره اون سمت، رادیکال 5 این سمت تنها، سمت راست جمع دو عدد گویاه که میشه گویا، اما سمت چپ عدد گنگ طبق فرض. بنابراین به تناقض رسیدیم. این غیر ممکنه، نادرسته، خلاف حکم، فرض خلاف حکم نادرست، حکم درسته. اما تمرین 38 که مشابهش رو در کتاب درسی هم داری، تمرین بسیار خوبیه. میگه 5 تا عدد داریم، حالا برای 3 تا در کتاب درسی هست، اینجا 5 تا شده. A1، A2، A3، A4، A5 عددهای صحیح هستند و B1، B2، B3، B4، B5 همان اعدادن ولی به ترتیب دیگری قرار گرفتن. ثابت کنید حاصل ضرب این پرانتز ها عددی زوج است. مثلا من یه مثال بزنم. A1 4، A2 3، A3 4، A4 مساوی هم میتونه باشه 5، A6 0. حالا B1 B2 B3 B4 B5 همین اعداده اما با ترتیب دیگری. لزوماً ترتیب دیگه همه باید جا به جا بشن یا نه؟ نه، منظور اینه حداقل اگر یکیش جا به جا بشه خوبه، یا حتی اگر جا به جا هم نشه خوبه، باز همون اعداد رو ما داشته باشیم. منظور اینه B1 و B2 و B3 و B4 و B5 میتونن به ترتیب دیگه ای باشن اما همین اعدادن. یعنی حتی اگر ما 4 و 3 و 4 و 5 و 0 هم داشته باشیم
باز این شرط رو برآورده کرده. آیه که منهای بی یک میشه صفر، که باز در پرانتزهای دیگه ضرب بشه عدد دو، چون صفر دیگه. یا اگر یه دونه جا به جایی رو داشته باشیم، مثلا فقط آیک و آدو با هم جا به جا بشن، سه و چهار بقیهشون سر جاش باشه، یا نه اصلا همشون به این صورت، باز میبینیم اگر آیک و منهای بی یک کنیم میشه چی؟ یک ضرب در آدو منهای بی دو منهای یک، آسه منهای بی سه منهای یک، آ چهار منهای بی چهار یک. اما تا اینجا حاصل ضرب زوج نیست، اما میبینیم آ پنج منهای بی پنج میشه صفر. میگه اگر هر پنجتایی در نظر بگیرید، عدد صحیح آ یک تا آ پنج و بی یک تا بی پنج همون اعداد به ترتیب دیگه ای باشه، این حاصل ضرب پرانتز ها همواره زوجه. اینو ثابت کنیم. ما میایم اینجوری در نظر میگیریم، میگیم آ یک منهای بی یک یه عدده، آ دو منهای بی دو تفاضل دو تا عدد صحیح یه عدده، آ سه منهای بی سه اینم یه عدد، آ چهار منهای بی چهار یه عدد، آ پنج منهای بی پنج باز یه عدد. میگی به ما ثابت کن مساویه با دو کاه. ما میگیم پنج تا عدد اثبات، پنج تا عدد وقتی حاصل ضربشان زوج می شود که چی باشه؟ که حداقل یکی زوج باشه. و تنها در حالتی فرد می شود که هر پنج عدد فرد باشد. حالا میگید این چه ارتباطی به اثبات داره؟ این پنج تا عدد رو با هم جمع کنی، این پرانتزا رو برداریم، این عدد به علاوه این عدد به علاوه این، حاصله هر کدوم از پرانتزا یه عدد دیگه. یعنی آیه که منهای بی یک عدد اولمون، به علاوه آدو منهای بی دو، به علاوه آسه منهای بی سه، به علاوه آچهار منهای بی چهار، به علاوه آپنج منهای بی پنج چند میشه؟ میگید نمیدونید، سب کنید. آیه که به علاوه بی یک، آیه که به علاوه آدو، اینا رو آ رو بیارید کنار هم، میشه آیک آدو آسه آ چهار آ پنج. یه منها بذارید فاکتورگیری، بی یک تا بی پنج هم بیارید کنار هم. مگه طبق فرض آ یک تا آ پنج با بی یک تا بی پنج مساوی هم نبودن؟ حالا این چی میگه؟ این میگه آ یک تا آ پنج منهای بی یک تا بی پنج میشه صفر دیگه، همون عددن دیگه، داخل پرانتز بی یک تا بی پنج همون عدد آ یک تا آ پنج هن دیگه. اگر جمع یه سری اعداد با هم صفر میشه معنیش چیه؟ آیا جمع من صفر شده یعنی زوج شده دیگه، جمع یه سری اعداد زوج شده. الان جمع میگید کجا جمعه؟ ما اینجا جمع کردیم دیگه، نگید اینجا تفریقه، ما اول جمع کردیم، فرم اعدادو به این صورت در اومده صفر شده. جمع پنج عدد که زوجه
صفر شده زوج دیگه. پس نمیتواند همه فرد باشند. پس نکته اینه، ما اول میایم میگیم که این 5 تا عدد وقتی با هم دیگه حاصل ضربشون زوج میشه که حداقل یکی زوج باشه. از برهان خلف داره استفاده میکنیم؟ بله، به نوعی داره از برهان خلف استفاده میکنیم. فرض کنیم فرد باشه. اگر فرد باشه یعنی 2 کاه به علاوه 1 باشه حاصل ضرب، بنابراین هر 5 تا باید فرد باشه. اما رسیدیم به تناقض. چجوری؟ وقتی پرانتزا رو برداشتیم هر 5 تا رو با هم جمع کردیم شد 0، گفتیم جمع این 5 تا شده یه عدد زوج، نمیتونن هر 5 تا فرد باشن، بنابراین خلاف حکم باطل یا نادرست، خود حکم درست. تو کتاب درسی برای 3 تا گفته که برای 3 تا هم شبیه همینه. چجوری؟ یه بار برای 3 تا رو هم بگیم که یه مروری باشه بر حل این تمرین، و اگر 3 تایی دادن بدونیم به چه صورت اثبات کنیم. پس اگر A1، A2 و A3 3 عدد صحیح باشن، متوالی نه، 3 عدد صحیح دلخواه، و B1، B2 و B3 همان اعداد اما به ترتیب دیگری، این به ترتیب دیگری آزادیه، وگه نه میتونه همون ترتیب خودشونم باشه. A1 منهای B1 در A2 منهای B2 در A3 منهای B3 میخواییم ثابت کنیم یه عدد زوجه. برهان خلف فرض میکنیم عدد زوج نباشد، یعنی چی باشه؟ حاصل ضرب عددی فرد باشه. پس اگر حاصل ضرب 3 عدد عددی فرد است، هر 3 باید فرد باشد. حداقل اگه یکی زوج باشه که دیگه حاصل ضرب فرد نمیشه. اما مجموع این 3 عدد A1 A2 A3 نه، مجموع این 3 عدد کدوم 3 عدد؟ این 3 عدد A1 منهای B1، A2 منهای B2، A3 منهای B3، هر کدوم از این پرانتزا یه عدده. مجموع این 3 عدد 0 می شود که عددی زوج است. دلیل 0 شدنش هم که گفتیم، A1 منهای B1 به علاوه A2 منهای B2 به علاوه A3 منهای B3، A رو بیاریم کنار هم میشه A1 به علاوه A2 به علاوه A3، از یه منها هم فاکتور بگیریم، هر عدد با قرینش میشه 0 دیگه. A1 A2 A3 جمع 3 تا عدد B1 B2 B3 هم همون اعداده، یه منها هم داره که میشه 0. چون جمع این 3 تا عدد شده 0 عدد زوج، بنابراین هر 3 نمیتونن فرد باشن. چون اگر 3 تا عدد فرد رو با هم جمع کنیم، ببینید 2K به علاوه 1 این یه عدد فرد، 2K پریم به علاوه 1 این دومین عدد فرد،
دو کازه گنده و علاوه یک. این دو دو تا اینجاش زوج با یک میشه عدد فرد. پس هر سه نمیتوانند فرد باشند. وقتی ثابت کردیم هر سه تا عدد نمیتونن فرد باشن، یعنی حداقل یکی زوجه، و وقتی که حداقل یکی از این اعداد زوج باشه، یعنی یک کدوم از این پرانتزا زوجه، بنابراین حاصل ضرب میشه یه عدد زوج. خلاف حکم فرده، خلاف حکم ما رو به تناقض رسوند، بنابراین نادرسته. خود حکم که میگه حاصل ضرب این سه پرانتز عددی زوج است، درسته. ثابت کنید عدد حقیقی مانند x وجود دارد که x کوچکتر از x2. خب x کوچکتر از x2 یه نامعادل است دیگه. x منهای x2، x2 را آوردیم سمت چپ قرینه شد، از x2 فاکتور میگیریم. x منهای 1 کوچکتر از 0، این 1 نامعادل است. ریشه هاش رو پیدا میکنیم. x2 مساوی با 0، x مساوی با 1. 0 رو میذاریم ردیف بالا برای x2، ردیف پایین هم x منهای 1 رو در نظر میگیریم. اگر x 0 باشه به ازای x مساوی با صفر صفر این عبارت، یعنی این x2 داره تعیین علامتش میکنیم، بعد مثبت مثبت مثبت. x منهای 1 به ازای x بزرگتر از 1 مثبت کمتر منفی میشه منفی منفی مثبت. درست حل کردیم. x2 x منهای 1 اینجا صفر میذاریم به ازای x بزرگتر از 1 مثبت بعد منفی. پس به ازای میتونیم بگیم منهای بی نهایت تا یک، نه اینجا صفره، پس میگیم به ازای منهای بی نهایت تا صفر اجتماع صفر تا یک، یا نه بگیم از منهای بی نهایت تا یک، خود یک هم صفر میکنه جواب نیست، منهای صفر. این مجموعه جوابه. ممکنه بگید این مسئله اصلا چه ربطی داشت به گسسته؟ یه سری مسائل هست مرزه، بیشتر مفاهیمه، میخواد بدونه ارتباط بین گزاره ها و تعاریف و چیزهایی که در ریاضیات پیوسته خوندیم و درک میکنیم، یعنی چون اونم اصلا گزاره ها کاربردشون در همین مسائل ریاضیات پیوسته خیلی زیاده. همه تعاریف و قضایا و دیدیم حتی در زندگی روزمره ما از این گزاره ها استفاده میکنیم. اگر n3 مضرب 5 باشد نشان دهید n نیز مضرب 5 است.
فرض میکنیم n مضرب 5 نباشد. البته توی درس عاد کردن و هم نهشتی اونجا که قضیه تقسیم رو میگیم، تمرینات تکمیلی هم ازش خیلی حل خواهیم کرد. این هستش که اگر یه عددی رو بر 5 تقسیم کنیم، باقی مانده های ممکنش 0, 1, 2, 3, و 4 میتونه بشه. هر عددی رو شما در نظر بگیرید، باقی مانده هاش بر 5 به یکی از این 5 صورته. بر 4 اگر تقسیم بشه میشه 0, 1, 2, 3. به 2 تقسیم بشه میشه 0, 1. پس اگر این مضرب 5 نباشد، آنگاه باقی مانده تقسیم آن عدد بر 5 به یکی از صورت‌های 0. اگر مضرب 5 نباشد دیگه 0 نمیتونه باشه دیگه، 1, 2، چون اگر 0 باشه یعنی بخش پذیره دیگه، ما فرض میکنیم نباشد، پس میشه باقی مانده 1, 2, 3 و 4. اگر یه عدد رو n مقسوم تقسیم بر 5 کنیم، اینجا رو بذاریم q خارج قسمت، باقی مانده رو بذاریم r، پس n یا به فرم 5 q به علاوه 1 یعنی باقی مانده 1، یا 5q به علاوه 2 باقی مانده 2، یا n 5q به علاوه 3، یا n 5q به علاوه 4. بعد میایم چیکار میکنیم؟ ادامش. چون جا نیست اینجوری مینویسیم تا پس ببینید، ما اول باید مسئله رو برای خودمون تفهیم کنیم. همه مسائل مثل در نظر گرفتن عدد فرد و عدد دوکا و دوکای برداری ساده نیست. برخی راحل های طولانی تری داره. پس برهان خود فرض کردیم این مضرب 5 نباشد، یعنی باقی مانده داره به یکی از فرم های 5q به علاوه 1، 5q به علاوه 2، 5q به علاوه 3، یا 5q به علاوه 4. بعد از هر کدوم از اینا میخواییم به تناقض برسیم. چجوری؟ n3 مضرب 5، 5q به علاوه 1 رو حساب کنیم ببینیم مضرب 5 میشه یا نه. میشه 5q به توان 3 به علاوه 3 برابر مربع اولی در دومی، 3 در 25q 2 به علاوه 3 برابر مربع دومی در اولی، 15q به علاوه 1. از 5 این میتونیم فاکتور بگیریم، اما دیگه این مانع از این میشه که مضرب 5 بشه، پس مضرب 5 نیست. یا از 5q به علاوه 2 به توان 3 ببینیم عددی مضرب 5 ایجاد میشه یا نه. 5q 3 به علاوه 3 برابره
25Q2 اینم ضرب داره 4 به علاوه 8 به علاوه 1. خب مضرب 5 نیست، این قسمتش هست، اما 9 نیست. 5Q به علاوه 3، 5Q به توان 3، 3 برابره 25Q2 ضرب در 3 به علاوه 3 ضرب در 5Q ضرب در 9 به علاوه 27. این 27 رو ممکنه میتونید بگید به 25 به علاوه 2، اما اون 2 مانع از این میشه که مضرب 5 ایجاد بشه. 5Q به علاوه 4 هم ببینیم، درسته این 5Q به توان 3 تو همش مشترک به علاوه 3 برابره 25Q2 ضرب در 4 به علاوه 3 ضرب در 5Q ضرب در 16 به علاوه 64. این 64 رو میبینیم مضرب 5 ایجاد نمی کنه این قسمت، اما مضرب 5 هست. پس هیچ کدوم از این اعداد مضرب 5 ندارن، به تناقض رسیدیم خلاف حکم که میگفت n مضرب 5 نباشد نادرسته، بنابراین n مضرب 5 چون 1. همینطور این قسمت، من فکر کنم این قسمت رو 3 ضرب در 8، این 8 27 و 64 هیچ کدوم مضرب 5 نیستن، اثبات شد. یه مقدار این مسئله راه حل طولانی تری داشت، اما اگر راه حل کلی رو درک کرده باشیم دیگه خیلی طولانی به نظرمون نمیاد، پیچیده‌اش کرده. برخی از مسائل طولانی هن اما سخت نیستن، برخی از مسائل سختن اما طولانی نیستن. آدم از مسائلی باید بترسه که به نظر میاد خیلی سادن، اما مثلا یه خطن راه حل طولانی ممکن اصلا نداشته باشن، اما واقعا نیاز به ابتکار و خلاقیت داشته باشه. فرض کنید آدی نیمساز زاویه آ در مثلث ABC باشد. خب شکل رو داده، BD مخالف با DC، ثابت کنید AB مخالف AC. قطعی نیمساز هاست. اینجا دیدید حسابان رو ترکیب کرده بود تو برخی از مسائل، اینجا هندسه هم آورده. برهان خلف چیه؟ خلاف حکم تو هر مسئله. ما میگیم AB مخالف AC، خلافش میشه چی؟ AB مساویه AC. پس فرض میکنیم AB به AC برابر، بنابراین طبق قضیه نیمسازهای داخلی میدونیم نیمساز یک زاویه ضلع مقابل رو به نسبت اضلاع مجاور قطع میکنه، یعنی AB به BD برابر با AC به DC. طبق فرض که گفته عادی نیم سازه، اگر آبی با آسی برابره نتیجه میگیریم BD با DC برابره، اما میبینیم که خودش گفته BD با DC برابر نیست، پس به تناقض رسیدیم. یعنی خلاف حکم نادرسته.
این از کجا آوردیم؟ این قضیه نیمسازهای داخلیه. هر نیمساز ضلع مقابل رو به نسبت اضلاع مجاورش تقسیم میکنه. یا نه، از این قضیه نخواستیم استفاده کنیم، هم میتونیم اینو حل کنیم. بعد باز فرض همونه، اگر آبی با آسی برابره، بنابراین این مثلث چه مثلثیه؟ مثلث متساوی و ساقینه، دو ضلعش با هم برابره. اگر مثلثی متساوی و ساقین باشه، نیمساز میانه ضلع مقابل هم هست، البته نیمساز رأس، یعنی BD با DC برابر. باز رسیدیم به BD مساوی با DC که خلاف فرض مسئله است، یعنی یکی از بدیهیاتی که خود مسئله گفته باید در نظر بگیریم، که این نشون میده خلاف حکم نادرسته، خود حکم درسته، اثبات شد. اما سوال 42، اگر x یک عدد گویا و رادیکال 3 یک عدد گنگ باشد، ثابت کنید 2x به علاوه رادیکال 3 دوم یک عدد گنگ است. خب فرض چی داریم؟ x گویا رادیکال 3 گنگ. از این فرض ها میخواییم برسیم به اینکه 2x به علاوه رادیکال 3 دوم گنگه. از برهان خلف باید استفاده کنیم. بعد از یه مدت که تعداد مسائلی که حل کردید زیاد باشه، خودتون دستتون میاد که کدام مسائل رو باید از برهان خلف استفاده کنید، تیپ بندی میکنید برای خودتون. پس ما نقض این رو در نظر میگیریم، برهان خلف فرض میکنیم، عدد 2x به علاوه رادیکال 3 دوم عددی گویای. حالا میریم روش یه سری کارهای منطقی از لحاظ ریاضی انجام میدیم و میرسیم به تناقض. میگیم 2x به علاوه رادیکال 3 دوم، شما میگی یه عدد گویا، یعنی به فرم پی به روی کیو میتونی بنویسی. کل یه تساوی رو که میتونیم در دو ضرب کنیم، این یه قاعده ریاضیه، میشه 4x به علاوه رادیکال 3 مساوی با 2p به روی کیو. رادیکال 3 رو سمت چپ نگه میداریم، میشه 2p به روی کیو منهای 4x. طرف راست تفریق دو عدد گویاست، این عدد گویای 4x هم عدد گویای، اما سمت چپ عدد گنگه طبق فرض. بنابراین به تناقض رسیدیم، خلاف حکم باطله، خود حکم درسته. حتما شما از ابتدا تا انتها یک بار فیلم رو ببینید، بعد تمرین به تمرین صورت سوال رو که دیدید خودتون سعی کنید حل کنید. اگه درست بود برید تمرین بعدی، و الا همون تمرین رو انجام بدید.
43 میگه میدانیم رادیکال 3 و رادیکال 7 اعدادی گنگ هستند. با استدلال برهان خلف ثابت کنید 1 به روی رادیکال 3 به علاوه رادیکال 7 نیز گنگ است. میایم در نظر میگیریم خلاف حکم، یعنی 1 به روی رادیکال 3 به علاوه رادیکال 7 عددی گویا. میتونیم هر عدد گویا رو معکوس کنیم. حالا چرا اینجا معکوس میکنیم؟ چون کار کردن با رادیکال 3 به علاوه رادیکال 7 راحت تر تا به 1 به روی رادیکال 3 به علاوه رادیکال 7. معکوس میکنیم میشه رادیکال 3 به علاوه رادیکال 7، اون طرف هم معکوس میکنیم میشه پی به روی کیو. حالا رادیکال 3 یه سمت نگه داشته بشه، پی کیو منهای رادیکال 7 به توان 2 برسونیم، ببینیم چه اتفاق میافته دو طرف. سمت چپ میشه 3، سمت راست میشه پی 2 کیو 2 اتحاد دیگه، به علاوه 7 منهای 2 پی Q رادیکال 7. برای اینکه راحت تر بشه میتونیم P به روی Q رو A در نظر بگیریم و عدد گویا. بعد اینجا رادیکال 7 رو مثل مسئله مشابهی که حل کردیم تنها کنیم یه طرف، بقیه اعداد گویا هستن. مثلا اینجوری میشه 3 به جای P به روی Q بذاریم A، میشه A 2 به علاوه 7 منهای 2 رادیکال 7 آ. بعد 2 رادیکال 7 آ این سمت، آ 2 به علاوه 7 منهای 3 میشه آ 2 به علاوه 4. دو طرف رو تقسیم بر 2 کنیم، تقسیم بر 2 آ کنیم، میشه رادیکال 7 مساوی با آ 2 به علاوه 4 به روی 2 آ. سمت راست عدد گویا، سمت چپ عدد گنگ طبق فرض، بنابراین خلاف حکم باطل، حکم درسته. خیلی از مسائل رو میبینید مشابه هم هست. حالا برخی از مسائل که الان مسئله 44 رو میبینیم یه مقدار متفاوت. سوال 44 میگه با استفاده از برهان خلف ثابت کنید لوگاریتم 5 در مبنای 2 عددی گنگ است. ما تعریف لوگاریتم رو در ریاضی حسابان یاد گرفتیم. لوگاریتم x در مبنای آ اگر باشه y، میگه آ به توان y میشه چی؟ x. پس ما اگر قرار برهان خلف در نظر بگیریم باید بگیم لوگاریتم 5 در مبنای 2 یه عدد گویای مثل آ. طبق تعریف لوگاریتم باید بنویسیم 2 به توان آ مساوی با 5. اینجا دو طرف رو چی کار کنیم؟ دو تنها بشه به توان یک آم، اگر دو طرف رو برسونیم میشه دو مساوی با ریشه آم 5. خب ما میدونیم ریشه، هیچ ریشه ای نداریم،
از 5 که مساوی با 2 باشه. اما این ممکنه به نظر بیاد خیلی بدیهی نیست، این تناقضی که بهش رسیدیم. اما اگر اینطور فرض کنیم دیگه خیلی راحت تر میشه. به جای A بگیریم P به روی Q، عدد گویای دیگه. 2 به توان P به روی Q یا 2 به توان PQ مساوی با 5. الان این سمتو به توان Q برسونم، این سمت هم به توان Q. سمت چپ توان قدیم ضرب در توان جدید میشه 2 به توان P مساوی با 5 به توان Q. 2 به توان هر عدد صحیحی که برسه زوجه، 5 به توان هر عددی که برسه فرده. میگیم به تناقض رسیدیم، خلاف حکم باطل، خود حکم درست. تا اونجایی که میتونیم باید استدلالی که میکنیم بر مبنای چیزهایی باشه که خیلی روشنه و تناقض خیلی بدیهی باشه. اگر آلفا و بتا دو عدد گنگ باشد ولی آلفا به علاوه بتا، فرض رو بنویسیم آلفا و بتا گنگ. آلفا و بتا گنگ، آلفا به علاوه بتا گویا، یعنی به فرم پی به روی کیو. ثابت کنید آلفا منهای بتا و همچنین، خب بعد دو تا فرض، یعنی دو تا حکم داریم. یکی ثابت کنیم آلفا منهای بتا گونگه، بعد ثابت کنیم دو آلفای به علاوه بتا هم گنگه. برای اینکه آلفای منهای بتا رو برسیم بهش، میایم نگاه میکنیم اینجا آلفا و بتا گویا، آلفای به علاوه بتا گویا. خب آلفای به علاوه بتا رو گویا داریم، آلفا و بتا هم گنگ داریم. از آلفای به علاوه بتا چجوری میتونم برسم به آلفای منهای بتا؟ میگم اگر آلفا به علاوه بتا رو به علاوه منفی دو بتا کنم ایجاد میشه. حالا میگید چه کمکی میکنه؟ ما قرار ثابت کنیم آلفا منهای بتا گونگه، اما طبق برهان خور میخوایم بگیم گویا، یعنی آلفا منهای بتا گویا. پس می نویسیم آلفا به علاوه آلفا منهای بتا مساوی با پی کیوم، آلفا اگر اینجا آلفا رو نگه داریم بتا رو ببریم اونور، میشه پی کیو هم به علاوه بتا، کمکی نمی کنه. اما اینجا اگر به دو طرف دو بتا رو اضافه کنیم، خب این طرف میشه آلفا به علاوه بتا، دو بتا رو اضافه کردیم، این طرف میشه پی کیو هم به علاوه دو بتا. این طرف یه عدد گونگه، آلفا منهای صحب کنید، ببینید آلفا به علاوه بتا رو داریم، فرضمون عدد گونگ. یه ذره تمرکز کنیم ببینیم چجوری باید ثابت کنیم. برهان خلف، فرض کنیم
آلفا منهای بتا گویا، یعنی آها اینجا زیرش بنویسیم آلفا منهای بتا مساوی آ بیام. طرف های چپ رو با هم جمع کنیم، الان روشن شد. دو آلفا مساوی با پی کیوم به علاوه آ بیوم، بعد دو طرف رو تقسیم بر دو میکنیم، آلفا میشه یه عدد گویا، چون پی بر روی کیو به علاوه آ بر روی بی تقسیم بر دو بازم یه عدد گویا. به تناقض رسیدیم، میگیم آلفا منهای بتا که فرض کردیم عدد گویا هست، نه نادرسته، خلاف حکم باطل، خود حکم درست، آلفا منهای بتا گنگ. حالا میخواییم ثابت کنیم وقتی آلفا و بتا گنگ و آلفا به علاوه بتا گویا، دو آلفا به علاوه بتا گنگ، باز برهان خلف. فرض میکنیم خلاف حکم درسته، یعنی دو آلفا به علاوه بتا یه عدد گویا به فرم پی به روی کیو. خب اگر اینجا دو آلفا به علاوه بتا رو زیرش بنویسیم، اینجا هم که به فرم آبیوم، طرف های چپ ها از هم کم کنیم، میشه آلفا مساوی با پی کیوم منهای آبیوم، طرف راست یه عدد گویا، طبق فرض آلفا رو داریم عدد گنگ، به تناقض رسیدیم، خلاف حکم نادرست، بنابراین حکم درست، یعنی دو آلفا و علاوه بتا عدد گنگه. متشکرم، خدا نگهدار.